رادیو همراه بفرمایید. سلام های دکتر، خیلی سلام خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. اگه منم همینطور. اجازه بدید یه مختصر اول خودم معرفی کنم، خودم و خانومم، و تا اگر شما سوالی داشتید در خدمتتون باشم. بفرمایید. من 36 سال دارم و دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم که با اختلاف 3 سال و 5 سال. همسرم 32 سال دارن، فرزند هفتم هستن، 3 تا خواهر و 3 تا برادر بزرگتر از خودشون دارن که اختلاف سنی هر کدوم با هم حدود 3 تا 3 و نیم ساله. 9 سال قبل ما عقد کردیم و بعد از 4 سال به حساب عروسی گرفتیم و رفتیم سر خونه زندگی خودم. بعد از مدت کوتاهی حدود 6-7 ماه به کانادا مهاجرت کردیم. تحصیلات بنده زمانی که ازدواج کردیم دانشجوی کارشناسی بودم و تا هم کارشناسی هم بیشتر ادامه ندادم. ولی خانم بنده ایشون کارشناسی داشتن زمانی که ازدواج کردیم و بعد از ازدواج ادامه تحصیل دادن تا PhDشون رو گرفتن. در چه رشته ای؟ هر دو رشته فنی هستیم و هم رشته هم هستیم. اوکی. بله. حالا از نظر خصوصیت اخلاقی خودم بخوام بگم، تا جایی که خودم رو میشناسم آدم ایدالگرایی هستم و یه مقدارم درونگرا هستم و برخلاف خانومم که آخه این دوتا که با هم نمیخونه. سب کنید، ایدالگرا و درونگرا. درونگرا رو میفهم، ایدالگراتون یعنی چی؟ یعنی همیشه سعی میکنم کاری که میخوام انجام بدم به حتی در رشته هم که مثلا در همون زمینه دارم کار میکنم، همیشه سعی میکنم بهترین کار رو انجام نیست. بدم و بدون نقص و همیشه دوستم همیشه بهترین حالت خودش انجام بشه. خواه نه، اون به ایدئال ارتباطی نداره، اون به کمال پرستی ارتباط داره که هر کاری باید درسته. کامل و ممکنه درست. بله. اوکی عزیز. خب بله، خانم هم ایشون بسیار برونگرا هستن و پشت کار زیادی دارن، اعتماد به نفس خیلی خیلی زیادی دارن، در صورت حتی که مثلا وقتی کاری که ممکنه واقعا در توانشون نباشه هم حتی قبول میکنن که انجام بدن و حالا به هر ترتیبی که هست ادامهش میدن. حالا از مشکلاتون بگیم، ما مشکلات زیادی خب با هم داشتیم همیشه، ولی خب تونستیم از پسشون بر بیایم، به جز مشکلاتی که متاسفانه از سمت خانواده هامون همیشه به وجود میاد، یا دخالتشون یا که دلیل اونهان و موضوع بحثمون اونهان. من متاسفانه مادر خانومم یه مقداری خیلی حساس هستن روی ایشون، حتی یادم هست که نصیحت میکردن منو که من این خانومت وقتی که بچه بود نصف شب اگر بیدار میشد مثلا میگفت من شیرینی میخوام، من میرفتم همون نصف شب برای شیرینی میپختم و بهش میدادم. شما باید همچین زندگی داشته باشی و هر چی که بخواد شما باید براش فراهم کنی و متاسفانه همین طور هم هست. یعنی ایشون خیلی همه چیزو میخوان و متاسفانه یه مقداری برای من سخته این قضیه. حالا ایرادایی که خانومم از نظر اخلاقی به من میگیرن، اگه بخوام بگم مثلا گفتم مثلا میگن که شما ممکنه راز و چیزهایی که توی زندگیمون هست و به این طرف اون طرف میگی، اینجور احساسی دارن. البته که نه، آخه واقعیت داره یا نه؟ یعنی چی به این؟ اولا شما حدود سب کنید. شما حدود 3 سال و نیم 4 سال اومدید کانادا، درسته؟ بله، 4 سال خورده ای هست. اوکی. از دیگه 5 سال تقریبا. خب آخه پس چجوری شد که 4 سال قبل عروسی کردید؟ نه آی دکتر، ما 4 سال ده. ما 9 سال قبل عقد کردیم، 4 سال توی عقد بودیم، بعد عروسی گرفتیم و اومدیم کانادا. بنابراین پس 5 ساله که عروسی گرفتیم. بله بله. اوکی. بله. بعدم ببینید، آخه چون دو تا استدلال برای من کردید، من این مادرش در گذشته به شما گفته شب شیرینی می‌خواستی من درست کنم. خیلی ولی الان چه تأثیری تو زندگی شما داره؟ نه، منظور من اینه که این میخوام اینو بگم که مادرشون خیلی هوای ایشونو داره و اصلا من رو آخه کجا داره؟ نه سب کنید، کجا داره ایشون که تو ایرانی شما که 4 سال خورده ایست اومدید کانادا چیکار میکنه؟ ما خب تقریبا میشه گفت حالا هر هفته که نباشه دیگه، یعنی دیگه هر دو هفته یک بار تماس داریم باهاشون. خب باشه، چه اهمیت داره؟
نه آخه این حرفا رو میزنن به من وقتی که من باشون خب صحبت بزنن میکنم و... اصلا بگن هم برایشون هویج بخرید، هم نمیدونم شلغم بخرید، هم بله کیک درست کنید. خب من فقط بگن میخواستم از این بابت بگم که ایشون یعنی میخواستم طرز تفکر مادرشون، اگر من آقا که این اصلا حرفا رو اهمیتی برای من نداره. آقا طرز تفکر شما رو متوجه من میشم که یه مادری نشسته اونجا میگه برای دختر من اینو اینو اونو اونو فراهم کنید، شما میگه چش، برای من اهمیت داره. بله همیشه هم همینطوری دخالت، بوده، من هیچ خب تو وقت بهش دخالت تو گفتم. زندگیتون نیست. ببینید آقای دکتر، حالا وقتی که مشکل رو توضیح بدم یه خورده شاید آقا بهتر هنوز هم به مشکل، خب باز بریم کنم. سراغ مشکل. بلکه بعدم مسئله دومی که شما مطرح کردید درباره خودتون، همسرتون چرا میگه شما حرفها رو به این و اون میزنید؟ میگه به آقای کی زدی دکتر حرفای ما رو؟ ببینید، این تو همون قسمتی بود که میخواستم بگم ایراده که من از خانومم میخوام بگیرم، یعنی میگیرم، و البته نه که بهش هیچ وقت این حرفا رو بهش نگفتم، الان دارم میگم که واقعا بخوایم طرز تفکر منو در مورد ایشون بدونید. نه نه اینه صبر که کنید، نه 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 من اونو نمیخوام بدونم، من واقعیت رو میخوام بدونم. طرز تفکر شما به درد من نمیخوره. نه سوال منو لطفا جواب بدید. ایشون شما رو متهم میکنن که به این و اون حرف میزنید. من از ایشون میپرسم همسر شما به کی درباره زندگی خصوصیتون حرف میزنه؟ پاسخ ایشون چیه؟ من ببینید آقای دکتر، آشنایی من با همسرم به دلیل دوستی من و برادر ایشون بوده. من تقریبا شاید از 7-8 سالگی تا الان، یعنی نزدیک 30 ساله که با برادر ایشون دوست صمیمی هستم، جوری که حتی الان که مثلا به اختلاف یه مقداری خوردیم، داداشش میگه که تو هر چی تصمیمی که بگیری هیچ تفاوتی برای من نمیکنه، تو همون آدم قبلی برای من، تو از اون بابت نگران نباش، فقط تصمیم تو درست بگیر. حالا منظورم اینه، بعد مثلا نمونهش رو بخوام بگم، ما یه شبی رفته بودیم مهمونی، ایشون برادر ایشون با من تماس گرفت، بعد من فقط جواب شدم گفت من الان مهمونی ام، بعدا باید صحبت کنم. حالا چطور شد که برادرش ایشون با ایشون فرداش تماس میگیره و بعد مثلا میگه که شما دیشب مهمونی بودین؟ خانم من خیلی ناراحت شد از این قضیه که تو چرا هر جا میری مثلا به بقیه میگی، مثلا این جور بهانه ها میگیرن که تو هیچ نه چیزی عزیزم، اینا مهمه، اینا مهمه. اگر یک کسی بله. که دکترا داره این نوع بهانه میگیره، اولا خودتون میگید بهانه، پس معلومه بله. موضوع چیز دیگه است. دوم شما کار عجیب و غریب نکردید، یک کسی زنگ زده برادری که با شما دوسته، گفتید ما الان بله. مهمونی هستیم، بعدم ایشون با هم صحبت کردم، خب هرچند که دیروز داداش تو تلفن کرد، منم گفتم مهمونی هستیم. این گناه شما چیه؟ دقیقا من مشکلم همینه آقای دکتر، مشکل من دقیقا همینه که ایشون خیلی میخواد که منو تحت کنترل خودش از این بابت ها قرار بده، اصلا هیچ حرفی من نباید هیچ جا در مورد هیچ چی بزنم. شما از کی تا حالا قرار شده نوکر باشید؟ چی بگم آقای دکتر، البته من حقیقتش رو بخوام با این مسئله ها، با این موارد خودم به شخص خیلی مشکلی ندارم، یعنی بخوام رو راست باشم با اتون آقای دکتر، من واقعا ایشون از ته دل دوست دارم، با اینکه خیلی چه چیز ایشون رو دوست دارید؟ دو سه چیز که ایشون رو دوست دارید چیه؟ آقای دکتر من نمیدونم، من اینو بگم که من قبل از اینکه با ایشون ازدواج کنم اصلا اصلا حتی یک بار با هیچ جنس مخالفی به جز آشناها، مثلا دختر عمویی، مثلا دختر عمه کسی که مثلا خب صحبت میکنیم اینا، هیچ وقت صحبت نکردم، هیچ رابطه به هیچ عنوان نداشتم، چون خواهرم ندارم، اصلا نمیشناختم این جنس رو به حساب. و اوایل زندگی منم من به خانمم گفتم ببین، مثلا ایشون ایراد میگرفتن تو چرا مثلا رمانتیک نیستی، چرا این کار نمیکنی، مثلا من گفتم واقعا معذرت خواهی میکردم، میگفتم واقعا منو ببخش به خاطر اینکه نمیدونم، اجازه بده یکم همو بیشتر بشناسیم، ما با خصوصیات اخلاقی شما بیشتر آشنا بشیم، بدونیم باید چطوری باهاتون رفتار کنیم، چجوری با دلتون رو به خود معروف دست بیاریم اینا، که عرضم خدمت شما که خب پیش رفت، خیلی بهتر شد، خیلی دیگه از این بابت تقریبا مشکلی نداشتیم. و همین دیگه، چی میخواستم بگم یادم رفت دکتر. شما مشکلتون با همسرتون چیه؟ ببین آقای دکتر، مشکل اصلی من الان ما یه سفری به ایران داشتیم، یعنی این مشکل اخیر که واقعا هم الان چیز شده، الان 1 ماهه که ما دیگه با هم صحبت حتی نکردیم.
یعنی با اینکه من چند بار خواستم صحبت کنم، حتی معذرت خواهی کردم، گل بردم، نمیدونم هر کاری که کردم فایده نداشت. یعنی ایشون کاملا انگار قطع رابطه کرده و نمیدونم حالا واقعا تصمیم خودش رو گرفته یا خواهد چیکار کنه. مشکل ما یه سفری به ایران داشتیم برای سوغات خریدن، هر کسی خب میرفت برای اعضای خانوادهش سوغات میگرفت، من میخواستم یه وسیله مثلا یه چیزی بگیرم در حد 20 دلار 15 دلار که واقعا هیچی نیست، خودتون میدونه آقای دکتر اینجا این پولا اصلا ارزشی نداره. ایشون مخالفت میکرد و میگفت که سطح توقع خانوادتون نبر بالا. من میگم بابا خانواده من که به حساب خارج رفته هستن، میدونن قیمتا رو، من چطوری میتونم مثلا یه جنس 5 دلار یا 4 دلاری بخرم براشون ببرم بعد از 3 سال که ما داریم میریم ایران؟ ایشون کوتاه نمی اومدن، میگفتن نه شما نباید این کارو بکنی، سطح توقعشون میره بالا. که من بهشون گفتم نه من نمیدونم شما چه مشکلی با خانواده من داری، و ایشون جواب دادن که خانواده تو جواب سلام منم حتی به زور میدن یا نمیدن، در صورتی که اصلا این قضیه درست نیست، هیچ وقت این اتفاق تو خانواده ما نیفتاده. تا رفتیم به هر حال من وسایلمون رو خریدیم رفتیم ایران، و توی ایران ایشون یه دفعه با من تماس گرفتن، گفتن که شما اومدین ایران، خانواده با پدر من تصادف کرده بودن، در جریان نبودن ایشون، و وقتی که تصادف کرده بودن خانواده شما، البته ببخشید حالا اینم بگم که خانواده من منظورم فقط پدرمه، چون برادرام که اصلا شهرهای دیگه ای هستن و مادرم هم که فوت کردم، فقط پدرم منظورشون بود. پدر شما هیچ احوالی از پدر من نپرسیدن و هیچ زنگی بهشون نزدن، و این همیشه گله بابای منو به من میکنن که چرا باید این کار کرد، چرا اون کار کرد. من گفتم من که در جریان نیستم، ولی خب نمیدونم من باید چی کار کنم اگه ایشون این کار کرده یا نکرده. خب با خودشون صحبت کن، بگو شما چرا این کار رو نکردی، که ایشون میگن بابای تو، من چجوری من چی بهشون بگم، تو باید بهشون بگی، تو باید روشنشون کنی. این قضیه گذشت تا فردای اون روز که اومدن گفتن که شما، ما اومدیم اینجا، چرا خانواده شما نمیان به ما یه سری بزنن و الان چرا نمیان یه چیزی؟ گفتم قراره که بیان، من خودم خب تازه رسیدم دیگه، حالا یه روز گذشته، فرداش یا پس فرداش من که برنامه برای پدرم نمیتونم بریزم. ایشون کارشون که انجام شد، که اتفاقا خیلی هم اون موقع درگیر بودن، میایم حتما هر وقت قرار شد بیایم اونجا، من باهات هماهنگ میکنم که شما آماده باشید. تا فردا ظهرش که زنگ زدم به صورت بسیار توهین‌آمیز با من صحبت کردن که شما خانوادهتون دیگه خیلی به ما داره بی احترامی میکنه، ما الان چند روز تو خونه منتظریم که بیان، هیچ کس نمیاد، و دیگه شما توهین رو دیگه به قول خودشون به حد اعلی رسوندید. در صورتی که اصلا من نمیدونم، من بهشون گفته بودم که شما کار خودتون بکن، من هر وقت قرار شد بیان با شما هماهنگ میکنیم. گفتم آیا شما توی یه شهر هستید یا دو شهر متفاوت؟ نه یک شهر هستیم، همسایه هم هستیم، همسایه خیلی نزدیک هستیم. تا این که من گفتم باشه من امشب میام ببینم که ما چه توهینی به شما کردیم، تا این شد که من با خانوادهمون رفتیم خونه شون دیگه. من یعنی من که هیچ وقت مسئولتون از خانواده کیه؟ شما که فقط خودتون بودید با پدر؟ بله برادرای منم اومده بودن آخه با من، چون برادر من شهرهای دیگه بودن، اینا منم اومده بودم از کانادا رفته بودم ایران، برادر منم اومده بودن که یه سری به ما بزنن. به حساب ما با خانواده رفتیم خونه شون و صحبت کردیم. به حساب من اونجا حقیقتش خیلی ناراحت بودم، اصلا توقع اینو نداشتم که خانم من اینطوری با من صحبت کنه سر یه موضوعی که واقعا بی اهمیت. ایشون گفت برادر ایشون هم اومده بود دیگه، من به برادر، چون برادر بزرگشون بود، گفتم که آیه فلانی من امشب میخوام یه صحبت اینجا بکنم، شما اجازه میدید یا نه تو جمع خانوادگی؟ ایشون گفتم بفرمایید هر چی که میخواید بگید، من نمیدونم قضیه چیه، ولی خب متوجه شدن که دیگه من ناراحتم خیلی، و خب به حساب خواهرشون هم که مشخص. یه چند دقیقه گذشت، بعد برادرشون گفتن که بذار باشه فردا با هم صحبت میکنیم، الان چیزی مطرح نکن توی خانواده تا ببینیم قضیه چیه فردا.
من دیگه صحبتی نکردم و گذاشتم تا فرداش چی بشه. خسته نباشید آقای دکتر. خواهش می‌کنم. به اینجا رسیدم که اون شب تموم شد و به حساب گذشت تا فرداش که میخواستیم با برادرشون صحبت کنیم و مسئله رو به حساب باز کنیم که این قضیه چیه. ایشون اومدن، حالا به حساب خانم من اومدن با هم صحبت کردیم با برادرشون. ایشون به شدت جبهه گرفتن نسبت به من که تو همه مشکلات همیشه هست، شما تو همه خانواده ها با هم مشکل دارن، ولی تویی که میای این مشکل رو داد میزنی توی خانوادهتون و میگی که چرا اینجوری چرا اونجوری و منو هی مثلا پیش خانواده ضایع میکنی به قول خودش، مثلا مثلا مطرح نکرده بودم، من دیگه به تو نمیتونم به عنوان شوهرم نگاه کنم. و دیگه همون با اینکه برادر ایشون خیلی هر دوتای ما رو به صد نصیحت کرده چون خیلی از ما بزرگترم هستن و خواستن بین ما آشتی برقرار کنن، من که مشکلی هم نداشتم با این قضیه، ولی ایشون از همون زمان دیگه کلن. آخه من اصلا نفهمیدم عزیز، همسر شما برگشتن گفتن پدر شما نیمدن یا خانواده شما نیمدن سراغ ما، یکی دو روز بعد شما رفتید، بعد روزی که شما و برادرش و خودش نشستید حرف شما میتونست این باشه که به من گفتن به ما خیلی نمیدونم توهین شد و چنین و چنان، که واقعا موضوع اینه، یکی دو روز هم مسئله نیست، برای برادرام هم آمدن که ما آمدیم. ایشون اون حرفا و نتیجه گیری از کجا در اومد؟ دقیقا آقای دکتر، من حرفی که به برادر ایشون زدم گفتم من فکر میکنم خانم من دنبال بهانه است که خب معلومه زندگی رو تموم بکنه. نه نه خب نفسم آخه عزیزم، شما چرا میخواید میدهید سراغ ایشون؟ کاملا خشمگین، طلبکار، ناراضی و از دست شما عصبانی است. حالا سوال از شما دارم، آیا فکر می‌کنید ایشون شما رو هنوز دوست دارند؟ واقعا آقای دکتر سوال من همینه، این تناقض من برام مونده. ما وقتی تناقض ما نیست، مشکلی نداریم. چرا آخه ببینید آقای دکتر، ما وقتی که مشکلی نیست بینمون به حساب آخه اصلا مشکلی نیست بینتون، چه مشکلی است؟ شما رفتید ایران، شما رفتید خونه خودتون، ایشون رفتن خونه خودشون، پدر مادرش، پدر شما یا برادر شما یه روز دو روز بعد رفتن اونجا. درسته، من از خصوصیت اخلاقی خانومم هم یکیش همینه که ایشون به شدت زود از کوره در میان و جبهه میگیرن. خب شما برای چی ایشون رو میخواید؟ آیه دکتر، خب همیشه که اوضاع اینطوری نیست و خیلی وقتا هم خب زندگیمون 90% خوبه، 10% اینجوری پیش میاد. یعنی که کسی اینجوری بهانه میگیره همه جاش خرابه. شما اگر تکون نخوری، شما اگر هر گونه مخالفتی بکنید، این دعوا شروع میشه. واقعا همینطوره آقای دکتر، من سیدی های شما رو گوش میدادم، دقیقا همین صحبت شما بود که آدم دقیقا انگار روی تیغ راه میرم همیشه توی زندگی. خلو خوب خوب همیشه خوب میترسم که یه کاری خوب بکنم. ایشون پس یه حرف عزیزم ببینید، دو تا مسئله است، یا ایشون مسئله روانی داره یا با شما مشکل داره یا دوتاش. به من بگید به نظر شما چه؟ من فکر میکنم مسئله اول درسته، هرچند دوست ندارم این صحبت رو بکنم، ولی از اینجای این حرف رو میگم که ایشون همیشه همیشه هر روز بدون استثنا از یکی گله میکنه، یا از کارش، یا از همکارهاش، یا از دوستاش، یا از اوضاعش. من همیشه دیر از سر کار میام چون میدونم که، یعنی سعی میکنم دیرتر برم چون میدونم که برم خونه اصلا چیزی که شروع میشه که همکار من امروز این کارو کرد، همکار من امروز اون کارو کرد، اینجوری جواب منو داد، اونجوری، از همه گله میکنه. ولی خب چون من همسرش هستم دیگه همه چی من از همه بیشتر و متاسفانه. ایشون فرزند هفتم خانواده است، به دلیل با دختر بسیار باهوشی است، ولی فرزند هفتم خانواده است. خشمگین، طلبکار، خشمگین، طلبکار، ناراضیه، واقع بینانه، عاقلانه عمل نمیکنه. برای شما رو دوست ندارن، نمیخوان، برای چی موندن؟ نمیدونم آقای دکتر، من گفتم تناقض بابت همینه. مثلا وقتی که من کار خودم رو دارم انجام میدم، مثلا فرض کنید توی اتاق دیگه دارم پای کامپیوتر کارم انجام میدم، یا اصلا نشستم تو اتاق دارم تلویزیون تماشا میکنم، همیشه خانمم صدا میزنه که بیا اینجا، بیا کنار من، چرا رفتی اونجا، چرا مثلا اینجا بشین، نمیدونم، یا میخواد بره بیرون، بیا با هم بریم، بیا اینجوری کنیم. خیلی از این بابت ها خب یه خورده من خودم خوشحال میشم، میگم خب حتما منو میخواد که مثلا دوست داره که کنار من باشه. خب شما چرا از اول نمیرید؟ شما چرا نمیرید اونجا؟ چرا از میرید یه جای دیگه میشین اگر کار جدا نداری؟ خب
آخه من چون مثلا یه مقداری کارهای فنی انجام میدم، میز کارم و اینا هم، اتاق کارم یه مقدار جداست دیگه. خب بنابراین حرفتون ایشون درسته. حرفتون این است که بله من میخوام برم یه نیم ساعت یه ساعت کار بکنم بعدش بله برمیگردم، ولی شما بله اوقات فراغت رو جدا نمیتونید ازشون بگذرونید که ایشون اعتراض کنید. اگه حرفشون است که چرا شما کار میکنید، شما یه دفعه توضیح میدید که باید کار بکنید، اگه باید، اگه نه کار نکنید. درسته، از اون بابت های دکتر مشکلی نیست. ایشون که میگن مثلا بیا اینجا، که خیلی وقتا هم میگفتن میرفتم، مشکلی هم نداشتیم، خیلی با هم شما اوقات خیلی نه 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 فراغتمون صبر رو با هم کنید، نه میگذروندیم، نه نه ولی نه 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 اخی اصلا من نمیفهمم شما رو. فهم. شما دارید کار میکنید، اگر ایشون میگن بیا اونجا، شما باید بگید که کار دارم نمیتونم بیام. چرا پا میشید میرید؟ اگه میتونید برید چرا از صبر کنید، اگه میتونید برید چرا از اول نرفتید؟ آی دکتر، کاری که من انجام میدم کاری که خودم برای خودم درست میکنم، یعنی یه کاری نکنید. جانبیه، کار اصلی من نیست. نه 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 بحثی نیست مثلا من برنامه عزیزم. نویسی نه انجام نه میدم، مثلا من برنامه اصلا نویسی سیستم خوب. عقلی شما رو نمیپسندم. مثلا شما یک دنیای جغبجغی برای خودت داری مرد، یه ذره صبر کن عزیزم. بله شما دوتا به این توافق رسیدید که شما کار جنبی علکی کشککی بکنید یا نه؟ اگه ایشون قبول کرده خب میرین اون کارتون رو میکنید، اگه ایشون قبول نکرده اونو باید راضیش کنید، اگه نه شما باید نرید. درسته، این فرمایش شما کاملا درسته. خب حالا البته سوال من از شما این است که آیا ایشون با اون کار شما موافقه یا مخالفه؟ اون رو لازم و ضروری میدونه یا نمیدونه؟ نه نه، ضروری که نیست، ولی موافقن، یعنی مشکلی با خب کاره من ندارن. پس بنابرای نه، وقتی که میگن بیا اینجا به خاطر که مشکل دارم با کار کردن شما. بس شما رو نمیفهمم عزیز، متاسفم بگم. یعنی شما میخواید یه دور ببینید عزیز، شما مثل که تو دادگاهی یا مثلا میخواید آبروداری کنید، یه چیزایی میگید بله میدونید، مثلا بچهتون زده تو گوشه بچه دیگه، میگید نمیدونم این دستش یه ذره وله، میدونید دست دیگه شله وله خورده. خب اینجوری که نمیشه عزیزم. شما روی خط میخواید واقعیات رو بگید، واقعیات که قرار نیست در یه فهمش جایی شما باشه که درست واقعی های نیست. دکتر. خب من نمیفهمم شما رو. من حرفم این است که شما اگر آزادید و کاری ندارید باید کنار ایشون باشید، اگر کار دارید و ایشون پذیرفتن ناچار باید جدا باشید، همطور که دو تا جای مختلف کار میکنید. درست، ایشون که نمیتونم بگم البته تو بیا تو اراده من، اصلا هیچ اجباری نیست و تمام به حساب، شما یعنی میتونم نکنید، راحت این کار رو بذارم کنار و شما تمام حتما اوقات بذارید ایشون کنار. بگذارم. خیلی خب حالا بله این تمام اصلا او مشکل. صبر کنید، تمام اوقات کار شما کارتون زد کردن و کنار ایشون، ما مشکل و مسئله داریم یا نداریم؟ نه، از اون بابت که دکتر من تمام این توضیحات دادم به خاطر این بود که میخواستم بگم که ایشون از کنار من بودن و من به حساب من کنار ایشون بودم، اونجور که من متوجه شدم لذت میبرن، مشکلی ندارن. یعنی میخوام بگم که فکر میکنم ایشون حداقل یه مقدار علاقه ای دارن به من، ولی مشکل من اینه که چرا ایشون اصلا حرفاتون خیلی عجیبه. سریع. یه مقدار علاقه ای دارن معنی نمیده. ببین آقای دکتر، من مثل که من برگردم زمانی که بگم این خانم یه مقدار کمی حامل است. یعنی تنفر نیست، حداقل میتونم اینجوری بگم، مثلا بحث تنفر که چون کردم. الان که با هم داریم، یعنی الان در همین حال حاضر که با ایشون رابطه داریم، یعنی کاملا مشخصه که یه تنفری در وجودشون هست به من. چون من مثلا میگم گل براشون بردم، میگفتن همون صحبت های گذشته، شوهری که بیاد منو پیش خانوادش مثلا اینجوری کنه من نمیتونم، قبول نمیکنم، نمیتونم بهش نگاه کنم. از اون طرف شما با من یه مثلا زن خشمگین طلبکار ناراضی که شما رو به عنوان نه تنها نوکر، به عنوان یه جزئی از منطقه فرمانروایی و قدرتش میخواد میخواد. حرفایی که شما من میزنید، من که نمیگم ایشون اینجوریه، بله درست. ولی ایشون حرف شما برسته است که تو میای کنار من مثل سگ من دنبالم میدونی و شما اسم آقای اینو دکتر، میذاری پس من، و اسم این میذاری چون او علاقه منده، من دنبالش به دوام پس به من علاقه منده. مثلا شما رو نمیفهمم، اصلا نمیفهمم شما تا کی میخواید با رو واقعیت پا بذارید عزیز. حرف خیلی مشخص معین نیست. اگه ایشون بهانه میگیرن و بعد مثلا سر اون موضوع بیمعنی که در ایران اتفاق افتاده هنوز شما رو قبول نمیکنن، شما برای چه فکر میکنید که یک علاقه ای بینتون است؟ وقتی با هم خوبیم خوبه، همه باید وقتی خوبن خوبن، آدم هم هر روز که نمیرن چند نفر رو بکشن، قاتل هم یه دفعه تو 50 سال 60 سال عمرش یه نفر رو کشته،
الان گوشه زندان. یه دفعه بله تو 60 سال. من اصلا نمیفهمم همسر شما حرفی که میزنند، یه آدم که دکترا داره، واقع بینانه، مسئولانه، عاقلانه هست یا نیست؟ ای واقع بینانه، عاقلانه، مسئولانه هست، حرف ایشون درسته، شما مطابق ایشون عمل کنید، این کاری که تو خونه نکنید. اما اگر ایشون دنبال بازی و بهانه میگرده و یه چیز کوچکی رو به اصطلاح کاهی رو کوه میکنه، شما برای خب معلومه ایشون ناراضی است، از همه چیز ناراضی است. بعدم شما حرفی که من میزنید، ایشون از چیزهای دیگه هم ناراضی هست. چون فرضشون بر اینه که همه باید مطابق میل من عمل کنن، همونطور که مادر بزرگوارشون گفتن اگر نصف شب شیر میخواستن باید برن شیرین روز کنن، همه باید به نوعی در خدمت ایشون باشن. خب اگر یه همچی کسی هست که میشه باید زندگی کرد، این زندگی برابر نیست. متاسفانه آقای دکتر همینطوره، ولی واقعا من با این که این خصوصیات وجود داره، من خیلی هنوز زندگیمونو دوست دارم، دوست ندارم که به جدایی برسه. خوشبختانه فعلا ما فرزندی نداریم، چون ایشون تحصیل میکردن و بعدم که مشکلات به حساب مهاجرت و بعدم حالا کار و اینها بود فرزندی نداشتیم. و البته خب خیلی هم هر دوتامون فعلا تمایل 100% نداشتیم به این قضیه، یعنی گفتیم حالا میذاریم چند سال دیگه. شما حتما حتما بچه دار نشید تا تکلیف زندگیتون روشن. 100% اشتباه است بچه دار شدن ایشون. والا تا الان که خب یعنی تو این یک ماه گذشته که اینطوری پیش رفته که ایشون حتی جواب منو نمیده. من گفتم مثلا غذا من درست میکردم، چون کارهای خونه من خیلی انجام میدم، مثلا دارم میگم شستن ظرفا به عهده من، هرچند ایشون هم کمک میکنه گاهی، خیلی وقتا نه که گاهی، ولی خب مثلا میومدم غذا درست میکردم میذاشتم سفره پهن میکردم میگفتم بیا غذا تو بخور، نمیومد میذاشت غذای من تموم بشه، بعد میومد بردار برمیداشت بسرش میاد تو اتاق خودش به حساب غذاشو میخوره. در این حد داره دیگه الان رفتار میکنه. نمیدونم واقعا این الان به خاطر یه خشم لحظه‌ای میتونه، از خشم لحظه ای یعنی شما چرا میخواید حرفای عجیب قبل خشم لحظه ای؟ خشم لحظه یعنی الان من الان عصبانی شدم یه لحظه، خشم لحظه ای یه ماه قبل ایران، حالتون خوبه شما؟ شما چرا میخواید بگید همه چیز خوبه؟ آره آقای دکتر خوب، میدونم هیچ یعنی خوب نیست، ندارم این زندگی تمام عجیب، هیچ من همچه حرفی نمیزنم، هیچ چیز خوبی نیست، این زندگی نیست. یه کسی محل سگم به شما نمیذاره، زندگی رو نمیخوام تموم کنم. من نمیگم تموم کنید، ایشون با تکلیفش روشن کنه کجا ایستاده، میخواد این زندگی رو یا نمیخواد، شما رو میخواد یا نمیخواد. فکر کنید اگه این سوال ازشون بکنید پاسخ ایشون به شما چیه، یا اگر مطرح شده ایشون چی گفته. فکر میکنم حالا نه به این رو راستی، ولی هم که گل بردن گفتن من همچین شوهری نمیخوام دیگه جوابشون. نه 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 من سوالم این، خب شما که نمیخواید با واقعیت رو برو، شما از کودکیتون یاد گرفتید بچه آخر که هیچ حقی، هیچ سهمی، هیچ ارزشی یا اهمیتی برای خودتون قائل نباشید عزیز. آقای دکتر یعنی دقیقا حرفایی که میزنید دقیقا همون چیزهایی که من تو زندگیم احساس میکنم، یعنی واقعا یعنی چیزی که من با تمام وجود بهش پی بردم که خودم همیشه باید فدای این اون کنم و متاسفانه مشکل دارم. اصلا این کارو نکنید عزیز، هیچ کسی ارزش اینو نداره. ما هر وقتی کسی با اون با برابری یعنی حرمت عمل کرد، ما حرمت متقابل رو نسبت به او داریم، فعلا نه اصلا. باید بی خودی هم در مز زندگی نزنید. اگر زندگی هست قرار دوستی، محبت، مواظبت، مراقبت، دلسوزی، یاری، یاوری، همکاری. این که نشد که تو باید نوکر من باشی به گونه که من میگم. یه خطایی هم کردی فعلا برای 6 ماه ما کاری به کار هم دیگه نداشت. سر یه موضوعی که پدر تو نیومده بابای منو ببین، حال تو خوبه شما قرن 21 تو کانادا هم نشستید دکترام داری بابا، این مدارک رو برای چی می‌ریزید دور آتیش بزنید؟ خنده داره این حرفا. آی دکتر میدونید قضیه چیه؟ این دقیقا این که این حرفو زدن، خب مشخصه که یکی از اعضای خانواده‌شون اومدن این حرفو بهشون زدن که آره مثلا فلانی نیومده از ما سری بزنه. من اصلا شما رو باور نمی کنم. شما باز رفت یه حرف عزیز من. من روی خط رادیو تلویزیون 1000 بار گفتم اگر 1000 نفر 1000 بار به من بگن یه کارو بکن، اون زمانی که من اون کار انجام دادم، فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم. عمه شون اومده گفته اینا باید می اومدن نیومدن، ایشون راه افتادن، ایشون بلنگو هن که صدای بقیه رو منعکس میکنن.
فرمایش شما درست های دکتر، فقط من میخواستم اینو فقط بگم، نداره، چون اون فقط نه نداره. من چون تماسی که اون روز با من گرفتن که تو چرا خانم عادت نمیدن سر بزنن، منم حقیقتش یه حرف خب چی بگم نابجا، که چی بگم آخه، گفتم بهشون که باز معلوم نیست کی تو رو پر کرده آره و تو شما اومدی مالتو الان خوب سرمایه. نیست، خب دیگه شما اشتباه میکنید عزیزم، شما نمیخواید قبول کنید هر کی منو پر کرده، من چقدر خالی ام که با کثافت دیگری پر میشم. ببینید عزیز، شما چی کار دارید میکنید؟ آخه شد این بحث؟ شما از اول به من عزیز دل 20 جا نشون دادید، نه واقع بینانه، نه عاقلانه. پسر باهوشی هستید که فکر کنید تو دادگاهی باید خودتو نجات بدید، فکر کنید تو مراب گراب افتادی با در بیاید. این کاملا پیداست، دست و پا میزنی عزیز، در مقابل حرفای عادی من دست و پا میزنی، یه جوری بگی نه همه چیز یه جوری است، خوبه نه عیبی نداره مهم نیست فلان نیست، مثلا این فهم تو چی میگی؟ مشخص باید با همسرتون صحبت کنیم، خانم تو این زندگی رو میخوای یا نه، منو دوست داری یا نداری، میخوای ادامه بدی یا نه، اصلا جای بازی نیست. بذاری در رایز منم بشت، من به دشمنان سرسخت منم اضافه میشن، ولی سلاحشون هم نیست. اینقدر ناراضی هن، اگر اینقدر خوشحال نیستن که زندگی چه ارزشی داره؟ ما تو دنیایی هستیم که اصلا با خشمگین بودن و طلبکار و ناراضی بودن که خودمون رو نابود کردیم، خودمون رو آتیش زدیم. دنیا اصلا متوقع میره من نیست. من 20 سال 30 سال نمیدونم لایسنس پلیت اتومبیل من بود ever since I lost hope I feel much better، یعنی اون زمانی که امیدم رو به دیگران از دست دادم راحت دارم. مثلا انتظار از هیچ کس ندارم عزیز، من امیدوار هستم، انتظار ندارم، توقع ندارم از هیچ کس، هیچ وقت، هیچ جا. روزی که انتظار دارید بدبختی. درست. ایشون منتظرن همه خوب عمل کنن، بابای شما خوب عمل کنه، بابای شما هیچ وقت تو زندگیش خوب عمل نکرده کار بخواد با ایشون بکنه. لطفا موضوع جدی بگیرید، اگر ایشون دلشون خواست بیان روی خط با هم صحبت کنیم، ولی لطفا تکلیفتون روشن کنید، ولی تا اون زمان لطفا و حتما بچه دار نشید، همین، چون من نمیخوام مشکلی به همونطور که مشکل. اون همونطور که خدمتتون گفتم، واقعا من چون روی انگار تیغ راه میرم و واقعا میترسم از هر قدمی که برمیدارم. خوش الان باور، هم حقیقتش اصلا خانمم در جریان این تماس نیستن، خوش باور، ایشون خونه میدونم هستن، من اگر به آمدن گوشش بیرون هستن. برسه که من فهمیدم که تو اصلا الان داری مثل بیت میلرزی برای که تو دادگاهی ممکنه حکم محکومیت صادر بشه، الان هم میشونه بفهمن کلکت کنده است. الان واقعا من نمیدونم که این هیچی مکالمه رو من برای ایشون بعد پخش کنم حتما یا نه، نگذارید، واقعا حتما نگذارید، فقط یه ذره خودتون بیاد واقع بین باشید، دست از بازی هم بردارید. من شما عزیزم، من شما قراره آنچه که خوبه، من همیشه عرض کردم خوبه، درسته، پاش بیستید، مهم نیست دیگری ناراحت میشه، میشه چیزی خراب میشه بشه، من که اهمیت نمیدم. من این رو خط رادیو 21 سال حرف میزنم، فقط چیزی رو که حس میکنم، احساس میکنم، باور دارم، عقیده دارم، بودم یک بار حرف متفاوت نزدم، چون اون هیچ مسئله مشکلی رو حل نمیکنه. نکنید عزیز، خودتون باشید. این منم، میخواید بخواید، نمیخواید نخواید، مواظب هم دیگه باشید. خیلی ممنون های دکتر، واقعا لطف کردید، خواهش میکنم سلامت عزیز، باشید، خدا نگهدار. خدا نگهدار تو عزیز.